تلخی روزگار قصه واقعی زندگی نویسنده فریبا چرخی شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا در این ویدیو داستان تلخی روزگار را برایتان میخوانم. قبل از این که به اصل داستان بپردازم فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستان را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان تلخی روزگار قسمت دوم. شکریه نه تنها این که تا هنوز خیلی خرسن است، در عین حال بسیار مظلوم، ساده و عاجز هم هست. زندگی مشترک، حرفهای خانواده که گویا جمیل مسئولیت این همه خانواده شکریه را دارد، شکریه را بی نهایت تحت تأثیر قرار می دهد. و دخترک حتی به سر و وضع خود هم رسیدگی کرده نمی تواند. کم کم این تفاوت‌ها باعث می‌شود که همه بیشتر از پیش به شکریه و حرکاتش انتقاد کنند و او را هرچی بیشتر تحت تأثیر زندگی قرار می‌دادند. همین که یک سال از زندگی مشترکشان می‌گذرد، متوجه می‌شوند که شکریه تا هنوز حامله نشده و شروع می‌کنند به رفتن نزد این دکتر و آن دکتر. دوای یونانی و این جوشانده و آن یکی دیگر. حالا هر ماه که می گذرد و شکریه حامله نمی شود، بار حرف ها بالای شانه های شکریه بیشتر و بیشتر می شود. بعد از 5 سال ازدواج، شکریه شرایط امنیتی افغانستان بهبود می یابد و حکومت موقت ایجاد می شود. تعداد زیاد مهاجرین از پاکستان و دیگر کشورها دوباره به افغانستان برمی گردند. در این جمع خانواده مادر و شوهر شکریه هم به کشور برمی گردند. در حالی که شکریه خودش تا هنوز مادر نشده است، طفل مامایش را به فرزندی گرفته و خودش را سرگرم تربیت و پرورش آن طفل معصوم می سازد. نسبت نبود تجربه هر نوع درد و رنج را بابت تربیه آن طفل تحمل می کند و هنوز هم گاه گاه دنباله راه های مادر شدن را چه از لحاظ طبی و چه از لحاظ ادویه های یونانی دنبال می کند. حالا خواهر شکریه شیما، دختر نوجوان، خوش هیکل، زیبا و تیز هوشتر است شکریه سر بلند کرده و پسر عمه‌اش خواستگار می شود. شیما را به پسر عمه‌اش نامزد می کنند و زمان عروسی فرا می رسد و همه خانواده، دوستان و اقارب با خوشی و هیجان این محفل را دنبال می کنند و محفل به انجام می رسد. همه به خانه هایشان بر می گردند و شیما هم به طرف خانه عمه که حالا خانه خودش نیز شده می رود. و در نیمه شب از اتاق عروس و داماد سر و صدا و جار و جنجال ها بلند می شود. این سر و صداها همه خانواده را از طرف اتاق عروس شنیده شده است به خود می کشاند. اینجاست که ماجرا به بیرون از اتاق درس پیدا می کند که گویا شیما باکره نبوده و وقت او را زیر فشار قرار می دهند که وضعیت از چه قرار است، اقرار می کند که شوهر خواهرش جمیل در حالی که 12 سال داشته باعث این کار شده است. شوهر شیما در گوشه از اتاق نشسته و با دستان بر سر و رویش می زند و گریه سر می دهد.
همه حیرت زده شده و نمی دانند که چه کنند. و در مجموع از حرکت باز مانده اند که آیا حرفهای شیما را قبول کنند یا خیر؟ آیا چون این کار حقیقت دارد یا نه؟ اینجاست که پسر رو به مادرش کردم می گوید که من این زن را نمی خواهم. می خواهم تا دیر نشده او را رسماً طلاق دهم. ولی مادرش که خیلی خانم فهمیده و عاقل است، این را یک عیب بزرگ دانسته و مانع سرش می شود و می گوید اگر این موضوع از شوکات این خانه بیرون درس کند، همه مردم به من، خانواده ام و برادرزاده هایم که امروز زن تو است به نظر بد دیده و حتی بروی ما توف می اندازند. این دختر هنوز هم خیلی ها خردسن است. هرچی بوده از جهالت و نادانیش بوده. ممکن این حرف را از فرط ترس می زند. ممکن که حقیقت نداشته باشد. اینجاست که نه تنها زندگی تو و ما، بلکه زندگی شکریه خواهرش که او مثل دختر خودم هست بد می شود. از صبر و شکیبایی کار بگیر. هر تصمیمی که در وقت عصبانیت گرفته می شود نادرست است. به هر شکل ممکن مادر پسرش را آرامتر می سازد و این موضوع زهرآگین را تحمل می کنند. اینجاست که تصمیم می گیرند تا عروسشان رابطه اش را با خانه خواهرش قطع کند و از رفت و آمد در آنجا خودداری کند و آنها نیز اجازه ندارند که به خانهشان بیایند. شکریه آن همه دردی که دارد به غصه هایش افزون می شود. روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها شکریه بی کس و کوی می شود. خانواده مادرش نیز روابطشان را با آنها قطع می کنند. شکریه ناگزیر به زندگی دور از خانواده پدریش ادامه می دهد. با آنکه نسبت نداشتن فرزند فشارهای وارد را قبول دار می شود، بعد از 11 سال دکتر معالج به شکریه می گوید که تو را از چندین سال بدین سو می شناسم و همیشه بر علاوه این که برایت گفتم که هیچ مشکلی برای فرزنددار شدن نداری و از خودت خواستم که شوهرت هم معاینه شود، شاید مشکل از او باشد که حتما هم است. شکریه که بغض چندین ساله اش می ترکد زار زار گریه می کند و می گوید هر باری که به شوهرم می گویم ضمن این که رد می کند خیلی ها عصبانی می شود و می گوید که یک همین بی آبروگی کم بود که من بروم و خودم را برای همچون مورد معاینه کنم. دکتر با شنیدن این وضعیت سخت ناراحت و عصبانی شده فکر می کند که چه کاری باید بکند. از شکریه می خواهد که این بار به شوهرت بگو که دکتر گفته است که اگر معاینه را انجام ندهی از تو به خاطر این که بالای خانمت خشونت کرده و این همه سال او را با وصف که هیچ مشکل ندارد اذیت کرده ای به مراجع رسمی شکایت خواهم کرد. و حتی دکتر به جمیل نامه می نویسد و او را به انجام معاینه مجبور می سازد و این کار صورت می گیرد. همان گونه که دکتر در گذشته ها تشخیص داده بود، مشکل بچه دار نشدنشان شکریه نه بلکه جمیل بوده است. ولی در این همه مدت زجر و مشکلات نداشتن فرزند را شکریه به خاطر زن بودنش متحمل شده بود و حالا شکریه به خاطر استفاده از ادویه های مختلف که هنوز سن قانونیش را تکمیل نکرده بود و از آن استفاده می نمود و داروهای عجیب و غریب و گفته عوام یونانی برای گرفتن عمل به کار می برد، دچار بیماری های عصبی، گرده، میده و چندین درد دیگر است.
و با عالم از رنج زندگی می کند. این هم داستان از هزاران داستان پر از درد و رنج زنان کشورم. پایان داستان. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.